در دهه گذشته تحولات شتابان در فناوری های پدافندی ایران چهره جدیدی از توان دفاع هوایی کشور را ترسیم کرده است اگر روزگاری مرساد و رد نماد خودکفایی بودند امروز 15 خرداد و نه دی به عنوان نست جدید سامانه های بومی نشان از بلوغ مهندسی پدافند ایرانی دارند سامانه هایی که نه تنها پاسخی به تهدیدات مدر محسوب می شوند بلکه به صورت کامل در ساختار شبکه محور پدافند یک پارچه جمهوری اسلامی ایران ادغام اند نبرد های قرن 21 دیگر فقط تقابل موشک و هواپیما نیستند بلکه میدان های چند لایه از امواج داده ها و الگوریتم های تصمیم هوشمندند ایران با درک این تغییر از اواخر دهه 1380 مسیر توسعه سامانه های پدافندی را از مدل های نیمه مکانیکی و رادارهای مستقل به سمت سیستم های دیجیتالی هوشمند و شبکه محور سوق داد نتیجه این روی کرد پیدایش دو سامانه ای بود که امروز در کنار باور 373 و سوم خورداد اسکلت اصلی پدافند لایه به لایه ایران را می سازند سامانه 15 خرداد و نه دی است سامانه پدافند موشکی 15 خورداد در خورداد ماه 1398 توسط وزارت دفاع ایران رونمایی شد این سامانه حاصل همکاری نزدیک سازمان صنایع هوافضا وزارت دفاع و قرار قرارگاه پدافند خاتم الانبیا نام آن برگرفته از قیام تاریخی 15 خرداد 1342 است و نماد خواستگاه مردمی مقاومت محسوب می شود اما در بعد فنی تجسمی از پختگی یک نسل کامل در طراحی سامانه های دفاع هوایی بومی است 15 خورداد از خانواده سامانه های میان بورد محسوب می شود اما از لحاظ عمل کرد مرز میانه میان میان برد و برد بلند را در نور دیده است این سامانه از پرتابگرهای متحرک با چهار موشک در هر واحد بهره میبرد و رادار آن از نوع آرای فازی فعال است که توان رهگیری همزمان شش هدف و درگیری با چهار هدف را دارد برد موثر پونزده خورداد بسته به نوع موشک متفاوت است با موشک های تائر دو حدود 45 کیلومتر با موشک های سیاد دو تا 75 کیلومتر و با موشک های جدید سیاد سه بردی تا حدود 120 کیلومتر دارد ارتفاع درگیری نیز بین 27 تا 30 کیلومتر است که این عدد سامانه را در رده میان برد بالا رده قرار می دهد یکی از نقاط قوت 15 خورداد طراحی کاملا متحرک و واکنش سریع آن است زمان آماده سازی این سامانه از حالت حرکت تا شلی کمتر از 5 دقیقه است رادار و واحد فرماندهی نیز روی خودروهای مستقل نصب شده اند که موجب افزایش بقاپذیری در شرایط جنگ الکترونیک یا حملات اشبایی می شود رادار جستجوی 15 خورداد نسخه پیشرفته از رادارهای آرای فازی باند اس است که میتواند اهدافی با سطح مقطع راداری پایین نظیر پهپادهای رادارگریز یا موشک های کروز را تا فاصله بیش از 150 کیلومتر آشکار کند این رادار از سیستم های هوشمند فیلتر نویز هز و اهداف کاذب و مقاومت در برابر جمینگ بهره می برد. در واحد فرماندهی نیز رایانهای تاکتیکی نسل جدید نصب شده اند که با شبکه مرکزی پدافند کشور تبادل داده می کنند. در سوی دیگر سامانه نوهدهی قرار دارد که در نگاه نخست مکملی برای سامانه های برد متوسط و بلند ایران باشد اما از لحاظ فلسفه طراحی معموریت کاملا متفاوتی دارد این سامانه برای دفاع در ارتفاع پایین و مقابله با تهدیدات سری و کمزمان تراهی طراحی شده است مثل موشک های کروز پهبادهای تهاجمی یا جنگنده هایی که در ارتفاع پایین نفوذ می کنند. پروژه نوه دی نخستین بار در اواخر دهه 1390 آغاز شد در پی تجربه های عملیاتی پدافند ایران در برابر پهبادهای متجاوز در خلیج فارس و شرق کشور نیاز به سامانه با واکنش لحظه ای دقت بالا و توان مقابله با اهداف پرسرعت در ارتفاع پایین منجر به تولد این سامانه شد نام آن برگرفته از حماسه مردمی نوه دی 88 نشان از پیوند نمادین میان دفاع ملی و پایداری مردمی دارد. نوه دی از رادار آرایی فازی باند ایکس استفاده می کند که قادر به کشف اهداف کوچک تا برد 100 کیلومتر است. موشک این سامانه با موتور سوخت جامد سرعتی بیش از چهار ماخ دارد و قادر است اهدافی را تا برد 35 کیلومتر و ارتفاع 20 کیلومتر منهدم کند. اما نکته درخشان نوه دی در طراحی هوشمند رادار و الگوریتم های آن است. این سامانه میتواند اهداف کوچک با سطح مقطع کمتر از یک دهم متر مربع را در میان امواج پیچیده محیطی شناسایی کند به همین دلیل نوه دی نقش کلیدی در مقابله با پهباد و موشک های کروز در ارتفاع پایین دارد هر واحد نوه شامل یک رادار، یک پرتابگر چهارتایی و واحد کنترل آتش است که همگی روی شاسی های متحرک نصب شده اند. زمان آماده سازی از توقف تا شلیک کمتر از سه دقیقه است که آن را به سامانه چابک برای واکنش سریع تبدیل کرده است. پیشرفت واقعی زمانی رخ داد که این دو سامانه نه به صورت مستقل بلکه در قالب یک شبکه داده محور طراحی و عملیاتی شده اند در پدافند ایران تمام سامانه ها از نوه دی تا باور 373 تحت کنترل شبکه متمرکز به نام پدافند یک پارچه خاتم الانبیا فعالیت می کنند در این شبکه هر رادار و هر پرتابگر بخشی از یک موجود زنده دیجیتال است که با استفاده از داده های بلاد رنگ اهداف را بین سامانه ها تقسیم می کنند. به طور مثال در سناریوی تهاجم هوایی فرضی رادار برد بلند قدیر در 600 کیلومتری پرنده دشمن را کشف می کند. داده مسیر هدف به مرکز فرماندهی منطقه ارسال می شود. سامانه 15 خورداد نزدیکترین رهگیر به هدف می شود و برای درگیری آماده می گردد. و همزمان سامانه نهده در ارتفاع پایین تر مستقر است تا در صورت فرار موشک یا نفوذ پهباد لایه نهایی دفاع را تشکیل دهد این ساختار چند لایه سبب می شود که حتی در صورت حملات اشباعی یا نفوذ الکترونیکی پدافند ایران توان تداوم عملیات را داشته باشد یکی از شاخصترین جنبه های پونزده خورداد و نوهده بومی سازی کامل اجزای حیاتی آنهاست موتور موشک ها، فیوزهای مجاورتی، سامانهای هدایت، نرمافزارهای پردازش سیگنال و حتی تراشه های FPGA در رادارها در داخل کشور تولید می شوند. ایران با توسعه های راداری دیجیتال به سطحی از استقلال رسیده که می تواند انواع فرکانس ها و باندهای جستجو را متناسب با مأموریت تغییر دهد. در واقع 15 خرداد و 9 دی نه فقط سامانه بلکه پلتفرم های فناوری هستند که قابلیت ارتقای نرم افزاری دارند این یعنی بدون تغییر سخت افزار می توان الگوریتم های پردازش مسیر هدایت موشک یا روش های مقابله با جیمینگ را به روز رسانی کرد قابلیتی که تنها در سامانه های مدرن جهان مانند S350 روسی و غیره دیده میشود. در مقایسه فنی 15 خرداد را می توان هم رده سامانه پاتریوت پاکدوه آمریکایی دانست با این تفاوت که ساختار آن برای عملیات غیر متمرکز و تحرک بالا بهینه شده است در مقابل 9 دی عمل کردی مشابه با سامانه تور ام 2 روسی دارد اما با وزن کمتر و سازگاری با اقلیم های متنوع ایران نکته قابل توجه آن است که در آزمایش های داخلی نوه دی موفق شده از اهداف شبیه سازی شده موشک های کروز با سطح مقطع راداری بسیار کم را با موفقیت منهدم کند در حالی که چنین توانایی نیازمند دقت بالای سنسورها و نرم پردازش بلاد رنگ است در ساختار دفاع هوایی ایران سامانه های پدافندی فقط ابزار نیستند بلکه بخش هایی از یک زنجیره هوشمند ملی اند از لحظه کشف هدف توسط رادارهای ما برای افق سپر تا قفل نهایی موشک نوهده بر هدف چندین حلقه داده و تحلیل میان یگانها رد و بدل می شود. این زنجیره با سامانه‌های ارتباطی امن بومی پشتیبانی می‌شود که در برابر جنگ الکترونیک مقاومند. حتی در صورت قطع ارتباط ماهواره‌ای یا حملات سایبری، واحدهای 15 خرداد و 9 دی قادرند به صورت خودمختار تاکتیکی عمل کنند. یعنی هدف را شناسایی، ارزیابی و منهدم کنند بدون نیاز به تأیید مرکز فرماندهی. در برنامه های میان مدت پدافند هوایی ایران نسخه های ارتقا یافته از هر دو سامانه در حال توسعه است نسخه جدید 15 خورداد، قرار است از موشک های دو پارس با برد بیش از 150 کیلومتر استفاده کند و رادارش توان شناسایی اهداف در برد ارتفاعی بالاتر از 40 کیلومتر را داشته باشد برای نوهده نیز نسل دوم با نام غیررسمی نوهده دو در دست ساخت است که قابلیت درگیری با اهداف مافوق صوت را خواهد داشت با ترکیب این دو سامانه در یک شبکه هوشمند که از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوی پرواز دشمن بهره میبرد پدافند ایران گام به گام به سمت مفهوم دفاع هوایی شناختی حرکت می کند مفهومی که در آن سامانه ها نه فقط واکنش نشان میدهند بلکه از هر درگیری یاد می گیرند و به صورت خودکار تاکتیک های بهینه تر را به کار میگیرند. سامانه های 15 خرداد و نوهدهی را باید نه صرفا ابزارهای جنگی بلکه نماد یک فلسفه دفاعی دانست اتکاب دانش بومی استقلال در فناوری و ساختار شبکه هوشمند این دو سامانه با ایجاد پیوند میان برده های مختلف و پوشش ارتفاعی متنوع حلقه های حیاتی از سپهر دفاعی ایران را تشکیل می دهند. اگر روزی سامانه های خریداری شده از خارج نقط ضعف دفاع هوایی ایران بودند، امروز 15 خرداد و 9 دی نشان دادند که ایران می‌تواند در پیچیدهترین حوزه نظامی یعنی پدافند هوایی شبکه‌ای به سطحی از خود اتکایی برسد که تنها چند کشور در جهان دارا هستند. در افق آینده آسمان ایران نه فقط توسط موشک ها بلکه به وسیله الگوریتم ها شبکه ها و مهندسی بومی محافظت می شود و در قلب این منظومه دو نام می درخشند 15 خرداد سپر میان برد ایران و 9 دی نگهبان بیخستگی آسمان های کم ارتفاع کشور اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم با تشکر از همراهی شما